حتما اکثر شما راجع به آلرژی های غذایی شنیدین آلرژی هایی مثل مثلا فرض کنید میگن شخص توت فرنگی میخوره یا بادم زمینی میخوره و یا به هر حال بادم جون میخوره و یک دفعه شاید یک حالت خیلی شدید حتی حالت خیلی خطرناک به شخص دست بده و روی سلامتیش تاثیر بذاره که خب مسلما باید حتما شخص از اونها دوری کنه و مطمئن باشه که به هیچ وجه به اون در معرض اون جو مواد قرار نگیره ولی یه چیزی که خیلی از ماها راجبش نشنیدیم آلرژی های غذایی و یا شاید بتونیم اسمش بذاریم حساسیت های غذایی هستند که و یا عدم تحمل و عدم توانایی به هضم و جذب در یه سری از غذا هستن که ما گریبانگیرش میشیم و وقتی که به پزشک رجوع میکنیم با اون تستی که روی پوست انجام میدن ممکنه این نشون نده خودشو آلرژی های غذایی علاوه بر اون آلرژی های غذایی که فوری خودشون رو نشون میدن یه سری آلرژی های غذایی و یا حساسیت های غذایی داریم که بهش میگن دیلید فود آلرژی یعنی حساسیت هایی که یه, یه, مقدار زمان طول میکشه تا خودش رو علائمش رو نشون بده علائم شاید به شدت اون علائمی که یک دفعه آلرژی های غذایی شدیدی که فوری خودشو نشون میده نباشه ولی میتونه خورده خورده ما رو دچار مشکلات و بیماری های مختلف بکنه دلیل اینکه طول میکشه به خاطر اینکه این غذاها این اول باید مرحله دستگاه گوارش رو طی بکنه هضم رو طی بکنه و وقتی که جذب میشه و وارد خون میشه اون موقع هستش که بدن ما شروع میکنه ریاکشن نشون دادن و اون هم به این صورت هستش که غذایی که میخوریم وقتی که به ما نسازه و غذای درست نباشه و درست هضم نشه وقتی که غذای هضم نشده درست از طریق جذب و از طریق مورک های کوچک وارد خون میشه این گلوبول های سفید ما این غذاهای هضم نشده رو به صورت یک اجنبی نگاه میکنن به صورت یک غریبه به صورت یک دشمن و شروع میکنن گلوبول های سفید با این غذاهای هضم نشده جنگ کردن اون بای پروداکتی که از طریق جنگ بین گلوبولهای سفید با اون موادی که به نظر خودش اجنبی میاد و غریبه میاد و دشمن میاد به وجود میاد ما رو میتونه دچار آلرژی های مختلف و یا علائم مختلفی بکنه مثل سردرد مثل دردهای مفصلی مثل خستگی مثل ناراحتی های پوستی و یا ناراحتیهای های حتی روحی روانی و خیلی مهمه که ما شاید اگر به غذای شک داریم یه ژورنال درست کنیم و ببینیم که چه غذاهایی میخوریم که بعد از شاید یه چیزی بین 12 حتی 48 ساعت و حتی بعض موقع ها تا 72 ساعت ممکن طول بکشه که خودش رو نشون بده بستگی به نوع غذا داره بستگی به شخص داره بستگی به طریقه متابولیزمش داره و غیره یکی از بهترین راهایی که شما میتونیم علاوه بر این که و جدا از این که به متخصص تغذیه رجوع کنی که دقیقا متوجه بشین که چه غذاهایی ممکنه بهش آلرژی دارین غذاهایی که دیلیت هست و طول میکشه نه اون غذاهایی که حتما به خاطر اونها باید به این متخصص آلرژی رجوع کنین اینه که نبضتون غ... رو بگیرین و ببینین در ده ثانیه چقدر میزنه غذای مورد شکتون رو بذارین توی دهانتون یک کوچولو بجوین و بعد توی دهانتون نگه دارین دوباره نبضتون رو بگیرین اگر دیدین که بیشتر از ده درصد به بالا از ده درصد به بالا نبضتون بالا رفت بستگی به چقدر اینکه نز... نبز بره بالا نشون میده که شما به اون غذا حساسیت دارین و یا اون غذا میتونه برای شما درد سر ایجاد بکنه